درود دوستان و همراهان عزیز، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستان زیبای قلب کرگدن. کانال آوای مینا کتابخانه همراه شماست با داستان‌های جذاب و حکایت‌های پندآموز. کرگدن جوان تنهایی توی جنگل میرفت. دمجنبانکی که همان اطراف پرواز میکرد او را دید و از او پرسید که چرا تنهاست؟ کرگدن گفت همه کرگدن ها تنها هستند. دمجنبانک گفت یعنی تو یک دوست هم نداری؟ کرگدن پرسید دوست یعنی چه؟ دمجنبانک گفت دوست یعنی کسی که با تو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک بکند. کرگدن گفت ولی من که کمک نمیخواهم. دمجنبانک گفت اما باید یک چیزی باشد، مثلا لابد پشت تو میخارد، لای چینهای پوستت پر از حشره های ریز است، یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت اما من نمیتوانم با کسی دوست شوم. پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است، همه به من میگویند پوست کلفت. دمجنبانک گفت اما دوست عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست. کرگدن گفت قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. دمجنبانک گفت این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت کو؟ کجاست؟ من که قلب خودم را نمی بینم. دمجنبانک گفت خب چون از قلبت استفاده نمی کنی اون رو نمی بینی، ولی من مطمئنم که زیر این پوست کلوف یه قلب نازک داری. کرگدن گفت نه من قلب ندارم، من حتما یک قلب کلوف دارم. دمجنبانک گفت نه تو یک قلب نازک داری، چون به جای اینکه دمجنبانک رو بترسونی، به جای اینکه لگدش کنی، به جای اینکه دهن گندت رو باز کنی اونو بخوری، داری با اون حرف می زنی. کرگدن گفت خب این یعنی چی؟ دمجنبانک گفت وقتی که کرگدن پوست کلوف یه قلب نازک داره یعنی چی؟ یعنی این که میتونه دوست داشته باشه، میتونه عاشق بشه. کرگدن گفت اینا که میگویی یعنی چی؟ دمجنبانک گفت یعنی بگذار روی پوست کلوفت قشنگت بشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی داشت دنبال یک جمله مناسب میگشت. فکر کرد بهتر از همون اولین جملهش را بگوید، اما دمجنبانک پشت کرگدن نشسته بود و داشت پشتش را میخاراند. داشت حشره های ریز لای چین های پوستش را با نوک ظریفش بر میداشت. کرگدن احساس کرد چقدر خوشش میآید، اما نمیدانست دقیقا از چی خوشش میآید. کرگدن گفت اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم میخواهد تو روی پشت من بمانی و مزاحم های کوچولوی پشتم را بخوری؟ دمجنبانک گفت نه، اسم این نیاز است، من دارم به تو کمک میکنم و تو از این که نیازت برآورده میشود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت میکنی. اما دوست داشتن از این مهمتر است. کرگدن نفهمید که دمجنبانک چه میگوید، اما فکر لابد درست میگوید. روزها گذشت، روزها، هفته‌ها و ماه‌ها، و دمجنبانک هر روز میآمد و پشت کرگدن مینشست. هر روز پشتش را میخاراند و هر روز حشره‌های کوچک را از لای پوست کلفتش برمی‌داشت و میخورد و کرگدن هر روز احساس خوبی داشت. یک روز کرگدن به دمجنبانک گفت به نظر تو این موضوع که کرگدنی از اینکه دمجنبانکی پشتش را می‌خاراند و حشره های پوستش را می‌خورد احساس خوبی دارد برای یک کرگدن کافی است؟ دمجنبانک گفت نه کافی نیست. کرگدن گفت بله کافی نیست، چون من حس می‌کنم چیزهای دیگری هم هست که من احساس خوبی نسبت به آنها داشته باشم. راستش من می‌خواهم تو را تماشا کنم. دمجنبانک چرخی زد و پرواز کرد. چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمهای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همینطور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد این صحنه قشنگ ترین صحنه دنیاست و این دمجنبانک قشنگ ترین دمجنبانک دنیا و او خوشبخت ترین کرگدن روی زمین.
وقتی که کرگدن به اینجا رسید، احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت: دمجو مانک عزیزم، من قلبم را دیدم، همون قلب نازکم را که میگفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چه کار کنم؟ اگر تا اینجای داستان لذت بردید، لطفاً ویدیو را لایک کنید. دمجو مانک برگشت و اشکهای کرگدن را دید. آمد و روی سر او نشست و گفت: قصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلبهای نازک داری. کرگدن گفت: اینکه کرگدنی دوست دارد دمجو مانکی را تماشا کند و وقتی تماشایش می کند قلبش از چشمش می افتد یعنی چی؟ دمجو مانک چرخی زد و گفت: یعنی اینکه کرگدنها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت: عاشق یعنی چی؟ دمجو مانک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد. کرگدن باز هم منظور دمجو مانک را نفهمید، اما دوست داشت دمجو مانک باز حرف بزند، باز پرواز کند و او باز هم تماشایش کند و باز قلبش از چشمهایش بیفتد. کرگدن فکر کرد اگر قلبش همینطور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخندی زد و با خودش گفت: من که اصلا قلب نداشتم، حالا که دمجو مانک به من قلب داده، چه عیبی دارد بگذارم تمام قلبم برای او بریزد. دوستان، من که از این داستان واقعا لذت بردم. نظر شما چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید. اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکرده اید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. با سپاس.